بیرانده عزیز بخش دکتر خود باشه است که تقدیم اتار میکنیم امروز هم در این بخش موضوعی خیلی خوب انتخاب کرده و امیدارستان شما این بخش بیننده باشین دکتر صاحب همچنان در کنار ما هستن خب دکتر نیلفار علوی متخصص جلدی و زیبایی امروز روی موضوعی که صحبت میکنیم همچنان برمیگرده به همه کی. پیشگیری از موی رفتگی خب قبل از اینکه صحبت خود را آغاز کنیم یک بسته تصویری در این مورد آماده کردیم که تقدیم شما میکنه. ریزش مو چیست؟ اکثر مردم روزانه بین 70 تا 150 تار موی سرشان را از دست می دهند که عمدتا در عین شستشو، شانه زدن و یا بستن موی سر است. معمولا کم شدن موی سر انگام است که ریزش مو بیشتر از رویش مو باشد. کم شدن وقت قابل توجه است که حدود 40 از کسافت موی سر از دست رود. علل عمده ریزش مو یک علت موروسی علت اکثر ریزش مو استعداد ژنتیکی است. به عبارت دیگر ریزش مو بخش از آرایش ژنتیکی فرد است. این عامل رایجترین و مهمترین عامل ریزش موی افراد است. دو بیماری شرایط خاص فیزیکی یا معالجه بعض از بیماری ها این مورد شامل تب بالا، بیماری تیورید، زایمان، پروتین ناکافی در غذا، کمبود آهن، مالجه سرطانی، استفاده از دروهای خاص و علل دیگر. ریزش مو از دو طریق است. ریزش موی تدریجی نواحی مشخص از مو ریزش می کند در حالی که باقی پوست سر یک پوشش کافی از مو را حفظ می کند. ریزش موی کلی کاهش یک نواخت مو در تمام سر بدون این که رشد معمول مو دیده شود. دستابندی های متفاوت از مورفتگی وجود دارد که عبارتند از مورفتگی آراتا بیماری از که نواهی مشخص به شکل تکیی دچار ریزش مو می شود. معمولا اگر درمان نشود 6 تا 12 ماه پس از بیماری موها به طور کامل می ریزد. مویرفتگی توتالیس یک وضعیت غیر عادیه که کل موی سر ریزش می کند. علت این بیماری ناشناخته است. موی رفتگی یونیور سالیس ریزش کلی مو در همه بخش های بدن است. موی رفتگی جنتیکی این نوع موی رفتگی به علت جنتیکی است. این عامل می تواند بر مرد و زن باشد. اگرچه زنان استعداد به ارز بردن کامل موی رفتگی را ندارند، این وضعیت می تواند در سنین نوجوانی 20 تا 30 سالگی باشد. خب عزیز مطمئنن. سیاری از کسایی که به ای البته به مورد گیده چار هستن یا رزش مودارن زیاتر رنج میبرن از این آهیه حالا دکتر سایی به ما هستن و ما البته جزیات و بیشتر در این مورد برای ما میتن در نخواست خوش آمدید میگم شما بعد از خوش آمدید میخوایم بگیم که از نظر یک دکتر شما بگیم که مورفتگی چیست حالا ما میفهمیم که موهای ما میره دیگه شما من منعیسی یک دکتر که یا تعریفتان از مورفتگی چیست بر بیرنده عزیز بگید. در قدم اول سلام به شما و تمام بیننده عزیز آرزو می کنم که یک صبح پر از نشاط و انرژی را آغاز کرده باشن و در رابطه با موی رفتگی هم قسم که شما در بسته تصویری هم ایجاد کرده بودیم یک جمله خوب را گفتن زمانی که ریزش موی بیشتر از رویش موی باشه این در این صورت ما می تونیم بگوییم که یک شخص با موی دچار است ما باید اینو متوجه باشیم که در هر زمان تقریبا در حدود 10 درصد موهای یک شخص در حالت استراحت می باشه اما قسمی که ما یک دوره رشدی می داشته باشیم مثلا زمان نوزادی است طفولیت است نوجوانی است جوانی است به می ترتیب موها هم اما قسم سه دوره رشد می داشته باشند با. که به نام اناجان کتاجان و تلوجانیت میشن می انا جان او دوره از رشد هست که بسیار زیاد اکتیو می باشد دو تا 6 سال در بر می گیره زمان هست که موها بیش از اندازه رشد می کنه. و دوره کتاجان ما دوره هست که در حالت متوسط رشد می یعنی رشد سری نمی داشته باشند که یمو دوره میشه که مثلا در حدود ماهانه 1.5 سانتی متر سبب چی میشه باعث رشد موها هست و ماهانه هم قدر مو رشد می داشته باشه و تلوژن او دوری هست که موها کاملا در حالت استراحت هستن و هیچ رشد نمی داشته باشن که ما گفتم که بعد از این می دوره که در حدود دو تا سه ماه طول میکشه وقتی که این موها در حالت استراحت هستن اینا ریزش پیدا میکنن به پس دوباره وارد دوره آنوژن میشن و رشد سریع موها با وجود می یعنی که در صورتی که اگر من روزانه یا بلند میشه موی خود میکنم میبینم که در شانه یا در برس اقدر موی هست شاید من به تشویش شم که من ریزش موی می داشته باشم ام. اما این قسم نیست اگر در یک روز در حدود پینجا تا صد دانه موی بیماری یک حالت طبیعی هست خاطر که دوری رشدشان و فیز رشد از اینا به می حالت هست و نباید ما استرس داشته باشیم خیلی خوبه خیلی من دیگه تشویش نمی در روز ست موی؟ پنجاه تا صد موی یک حالت طبیعی است به اساس این دوره های رشدی موی که ما براتون تشریح کردم که در حالت استراحت می باشه یک تعداد موها اونایی که در حالت استراحت هستن اونا باید شیدینگ داشته باشن ریزش بکنن تا موی جدید فولیکل جدید به جای از بله خب مورفتگی چند نوع داره خب مرفتگی انواع متفاوت می داشته باشه یکی انولوشنری بهیر لوز هست که در حالت می باشه که یک چیز طبیعی هست با مرور زمان هم قسم که جلد خراب میشه موها هم نازک میشن فولیکل یک ذره ضعیف میشه باعث ریزش موی میشه که این را که با مهارت رشد دورانی که هست با وجود و یک نوع دیگه هست به نام الوپشیا ایریاتا یاد میشه که حالت سکمانند یا پنج در یک صاحب یک تصویر شما هم داشتین در بس تصویریتان که اونم اون مکمل حالت تاثیر به خود میگیره و با اون حالت ایجاد میشه یک نوع دیگه هست که به نام یا یونیورسالیز یا یا توتالیز یادش میکنند که مکمل خانم باشه یا مرد باشه از موی سر ابروها ها در تمام قسمت های بدن به صورت مکمل موهایشان میرزه و از بین میره و یک نوع دیگهش بوده میتونه که به نام تراکو یاد میشه <applause> که ایر زیاتر مادرها و پدرهای عزیز باید مد نظر بگیرن که در نزد اطفال هست و اونا خودشان موهای سر می میکنن امه. با محالت سایکولوژیک یا روانی که پیشان ایجاد هست که دلیل ها که از بین بره علالش که از بین بره باز دوباره به با حالت عادی میگیره و چیزی که حال زیادتر رواج هست و زیادتر پیش دختر خانم ها زیادتر به آقا پسر ها می باشه یکی که از مواد و لوازم آرایشی که استفاده میکنن امه. مثلا پسر ها که هستن زیادتر از ژل استفاده میکنن امه. یا روغن هر قسم یا اسپری های موی که استفاده میکنن او باعث شکنند شدن و از بین رفتن هم حالت طبیعی موها میشه و دختر خانم ها که اصلا اوتو میکنن ام. او رقاس میتن یا صافش میکنن یا هر حالت دیگه که هست و خصوصا بدترین نوش ای است که وقتی موی تر میباشه یا وقتی که موی چرب هست او را با اوتو میگیرن و حالتش میتن ای یعنی در نهایه یک ظلم مطلق است در حسه موها که ای را باید بسیار زیاد متوجه باشن و انجام نتن اگر یک شخص یک مریضی بسیار شدید سپری میکنه یک عملیات جراحی بزرگ سپری میکنه با از دو صورت هم باعث ریزش موی پیش از شخص میشه مهم. و یا ای که از دواهای متفاوت استفاده میکنه امروز هورمونی اگر داشته باشه باعث به با وجود آمدن این حالت ها میشه مثلا هایپرتایریزم داشته باشه هایپوتایریزم داشته باشه و یک یک خانم یک وضع حمل میکنه پس از سپری شدن ده دوران حاملگی وضع حمل کرده شاید بعد از یک ماه یا دو ماه یک ریزش شدید موی برش ایجاد شود چون در دوران حمل امی هورمون زنانه بالا بوده و مانع ریزش یک تعداد موهایی که باید میره ریختن شده بعد از حمل این هورمون دوباره به حالت عادی خود برمیگرده و باعث میشه که دفعتا موهایش ریزش پیدا بکنه بله. کی باز شدیدن خانمه متحصر جاید... دو... که باز شدیدا خانم متاثر میسازه. سازه جای جای چی جای جگر خون نیست دیگه نه خیر نه یک پروسه طبیعی است من کوشش میکنم دلایلش رو بگویم که دوست عزیز ما متوجه شون که اگر من این حالت یک ریزش موی داشتم چی باید بکنم یا اگر ما بعد از وضع حمل ریزش موی داشته باشم خب طبیعی است چون دکتر سایبر ما گفته بود هورمونا بلند می باشه پس هورمونا دوباره هم و لول سویه نرمال خود و ما به قسم خب این همه عوامل بود که باعث مورفتگی میشه اینا انواعی بودن انواعش. که میتونن در این زمان ها و به این حالت ها ایچه شدیم عوامل عمدهش چی بودن میتونن؟ عوامل عمدیش میتونه که یکی از انواع ژنتیک باشه یکی جن جنها هستن بله. اما با... بله. بله, جنها می باشن که باز زیاتر در جامعه ما به حالت ارثی میکنن به حالت با وجود آمده و یک تعداد حالت دیگه که بسیار زیاد دلیل مهمی هم هست تغذیه هست مم. که متاسفانه در کشور ما اصلا متوجه این باشن اگر ما غذاهایی میگیریم که پروتینش کمتر هست چون خود مو از پروتئین ساخته شده درست است از پروتین کراتین انال در صورتی که ما غذاهای کم پروتین استفاده میکنیم باز باعث از این میشه کوشش کنم مایه سبزیجات و, و این چیزهایی که از زیادتر استفاده بکنن با, با وجود استفاده از دواهای متفاوت و متواتر که استفاده میکنن و همچنان دلایل دیگه شاید مواد کازمتیکی هست که میتونن ایرا برشان به وجود بیارن هورمون ها اگر پایین و بالا میشن مم. مثلا هورمون مردانه زیاتر باشه هورمون زنانه زیادتر باشه و یکی که تستوسترون بدای های رو تبدیل شوه اشخاصی که پوست سر بسیار زیاد چرب می داشته باشند این هم یکی دیگه از دلایل ریختن موی می و این استفاده نامناسب منا... استفاده نامناسب از مواد آرایشی رو ما بیان کردم متوجه بودن که یک شخص به موهای خود اصلا متوجه نیست که مثلا چه قسم باید ازی بکنم وقتی که شامپو میکنن به اندازه زیاد را مالش میتن با آب بسیار زیاد داغ سر خودش شستشو میکنن در هفته هر هفت هف, هف روزش اینا هر روز شامپو میکنن احا. اینا دلایل دیگه بوده میتونه که باعث ریزش موی میشه استفاده زیاد از شامپو هم میتونه باعث ریزش مو شود دقیقاً خب آیا ما میتونیم تشخیص بدیم که ما به چه مرض ریزش مو هستیم خود ما میتونیم تشخیص بدیم یا بریم نزد دکتر خودتون هم میتونید تشخیص بدید در قدم اول شما خودتون باید احساس بکنید که ما به دکتر ضرورت دارم بعد از اون یک دکتر مراجعه داکتر. میکنه یک شخص وقتی که میبینه حتی ما وقتی که به موهای خود دست میزنم در دست ما موها هست وقتی که صبح از بستر خود بلند میشه و بالش خودم میبینه که مکمل چهار اطرافش موها هستن و بسیار زیاد هست وقتی که موهای سر خودش آنها میکنه و میبینه که بی اندازه زیاد مریضش موی می داشته باشم و این باعث استرس پیشش میشه و استرس هم یکی از دلایل هست که بیش از اندازه بای بای باعث میشه خب مشکل سر مشکل که میگن همینه دقیقا آه همیشه بگن که حالا عوامل موثر به چی هست یا چگونه بیننده از میتونن که دکتر خود باشن بتونن خود خودشان تداوی کنن در خانه البته البته ای که بعدا نزد دکتر میرن اون رو میبانیم بعدا قبل بزنیم دقیقا وقتی که یک شخص پیش دکتر میره خب طبعا دکتر صاحب راههایی که راهکار هایی که, که برای زیداره برشان مم. پیشنهاد میکنن اما میخوایم بفهمیم که یک شخص در خانه شخص میتونه از موی رفتگی جلوگیری بکنه ما همیشه و بارها به دوست عزیز خود گفتیم که در قدم حال دوست هیچ گاه استرس نداشته باشین چون موی رفتگی گپ نیسته که ما همیشه بسیار زیاد به تشویشش باشیم و بگوییم که خدای نخواست چیزه هست که دوباره قابل برگشت نیست قابل برگشت و هیچ گپ خاصی نمی داشته باشه دوم اولین کاری که میکنیم کوشش بکنیم که همراه با روغن سر خود مساج بدیم <applause> این مساج دادن باعث افزایش جریان خون به میشه باعث ریلکس شدن و راحتتر شدن خود ریشه موها فولیکل موها و تمام خود قسمت موها میشه و این باز باعث میشه که امی ریزشش کم شبا و رویش موی زیادتر شود باز این چیز هست که نتیجه مطلوب هست که ما می خواهیم خب شاید ال بپرسن که دکتر صاحب من خود می خود همیشه چرب میکنم شما گفتین که پوست سر چرب سبب ریزش مو میشه اول اینو بگوین که از کدام روغن می استفاده از کدام روغن ها استفاده میکنن روغن های طبیعی که ما در چهار اطراف خود داریم شاید کمتر متوجه از اونها باشیم مثلا روغن زیتون احا. مثلا روغن ناریال و بخمون اینا خوبه من براتم میگم احا. ای مثلا روغن هایی است که میتونن بگیرن استفاده بکنن در کف موی خود چه قسم میکننش این مو را یک اندازه که در کف دست خود گرفتن مکمل خود پوست سر میریشی موی که امرش مساج میتن ها. من میخوایم که یک استحمام داشته باشم نیم ساعت پیشتر از استحمام خود یک ذره روغن زیتونه یا یک ذره روغن ناریاله اگر بتونن که جل الوورا پیدا بکنن که یک اندازه با مشکل تر پیدا میشه این تا راحت تر هست میتونن روغن بادام ای چیزه هست که زیادتر از استفاده کرده میتونن چرب میکنن نیم ساعت میمونن بعد از نیم ساعت دوباره میرن استحمام میکنن سر خود شامپو میکنن و بسیار خوب و راحت میتونن که از این حالت نجات پیدا بکنن <applause> یک طریقه بسیار ساده است که هر کس میتونه از استفاده بکنه و چیز دیگه که در آشپزخانه تمام خانم های عزیز پیدا میشن پیاز هست پیاز اما قسم اگر یک شخص اما حالت عادی فقط از استفاده بکنه از طریق خوراکی <applause> کلا مشکل نمی داشته باشه باز به جلد و به موی بسیار زیاد مفید هست اما اگر که میخواین که به صورت موضعی و لوکل در مناهی استفادهش بکنن و خاطر که پیاز سلفر بسیار زیاد داره و غنی از سلفر هست مم. و می دلیل باعث میشه که جریان خون به ناحیه زیاد شده و ریزش موی کمتر بسازه پیششان میگیرن یک اندازه آب پیازه و اما قسم که ما گفتم دوباره او را به چرب میکنن نیم ساعت میمانن وقتی که تمام شد اول با آب شستشو میکنن بعد از او شامپو میکنن و اگر بخوایم که هر دوی زیر با هم یک جای بکنن یعنی یک اندازه از آب پیاز بگیرن یک اندازه از روغن زیتون بگیرن با هم مکس بکنن و در ناحیه چرب بکنن خو یک چیز بسیار بهتر و خوبتر خواهد شد خیلی خب خوب <تصفح> امیدوارم برنده عزیز نکته را گرفته باشن ان <تصفح> خب قسمی که شما اشاره کردیم مواد آرایشی هم میتونه که خب به مزرد در نزد آخرین و همچنان در نزد خانم ها مشکل ساز باشه با موهایشون تا چه حد میتونه اینا استفاده کردین حد معینش چی هست از, از نظر شما؟ حد ما قسم گفتم هم که اصلا هیچ کسی نمیتونه کیر استفاده بکنه یک چیز طبیعی است که استفاده میشه اما خوب است که یک اندازش یعنی یک لیمیتیشن برش داشته باشیم در حد متوسطش استفاده بکنیم مثلا ما پسر های کمیشن میرن در ژل استفاده میکنن یا از روغنیات استفاده میکنن وقتی که بیرون میرن هوا آلوده هست آب مناسب نداریم گرد و خبار هست وقتی که دمی از اینا شاید اگر شب برن حوصله میرم نداشته باشن که سر خودش بتن و قسم میمانن. باشه که وقتی که از این استفاده میکنن مجبور هستن که هر روز ایره شو بکنن کوشش کنن که یک اندازه کمتر استفاده بکنن مثلا اگه یک روز استفاده کنن روز دیگه استفاده نکنن این قسم شاید بتونن که از این جلوگیری بکنن و یا دختر خانم ها که همیشه اوتو میکنن یا در آرایشگاه ها که بسیار به طریق غیر منصفانه استفاده میکنن مثلا از اسپری مو استفاده میکنن و بعد از او او را اوتو میکنن و میگیرن باعث شکننده شدن و کند شدن موها میشه باعث موها میشه یا که وقتی که موهایشان تر هست و هنوز مرتوب هست میگیرن او را اوتو میکنن این هم مم. چیز هست که باعث خراب شدن میشه اینا اگر یک دختر خدا میخوای موهای خود را اوتو کنه خب خوب است یک اندازه فرصت بده که خشک شوه با. کمتر موره آسیب میرسانه اما ای که عجلان میکنه او ترم هست اوتیش میکنه یا حالت میتیشه بازی حالت هست که دیگه بیش از اندازه باز خراب میشه احا. خب بچه گناه یک یک موهای سالم داشته باشیم یعنی کاملا دور از آفاتی که دچار میشه حالا گرچه صحبت های خود را داشتین در این مورد که چه بله. چیزها میتونه عامل موثر باشه بر موها و باز هم در اخیر یک, یک دو وری کنیم یک جمع بندی خلاصه اولی که تمام دوست هم یک استرس نداشته باشن بسیار زیاد نرمال منظم و راحت باشن کم خوبی یک یک اندازه کمتر بسازن تغذیه بسیار سرجات مناسب داشته باشن کوشش کنن که غذاهایی که حاوی ویتامین ها حاوی پروتئین هستند به خصوص از اونها استفاده داشته باشن یک شستشوی مناسب داشته باشن که مثلا در هفته دو بار و نهایتا سه بار می که از شامپو استفاده بکنن در هنگام شستشو از آب داغ استفاده نکنن اه. کوشش کنن که یک آب معتدل و آرام باشه و وقتی که هنوز موهایشان تر هست رو نکنن او را اوتو نکنن و این چیزهایی است که باعث تخریب میشه اگر می چند نکته بسیار کوتاه هم متوجه باشن مطمئن هستم که می که یک موهای بسیار زیبا و شاد داشته بله. باشن خب انتخاب شامپو چقدر رول داره با ما ها؟ انتخاب شامپو یک چیز طبیعی هست که حتما رول می داشته باشه. <applause> یک تعداد از اشخاص هستن که موهای بسیار زیاد چرب می داشته باشند. یک تعداد هستن که موهای خشک می داشته باشند. باز این وقتی که نزد دکتر صاحب مراجعه میکنن نظر با محالت میشن اونا برشان یک شامپو رو حتما در نسخه میکنن میگن که از این حالت استفاده بکنین و اینا اشخاصی که مثلا موی چرب دارن مجبور هستن من شکایت میکنن دکتر صاحب شما بر ما گفته بودین که فقط در هفته دو بار یا سه بار امر شامپو شستشو بکو اما ما آدم هستم که موهایم چرب است اگه امروز شستم فردا نمیتادم در صورتی که از شامپوی مناسبش استفاده میکنه باز این مزله برش حل میشه یه <متوسع> اشخاص هستن که مثلا میگن دکتر صاحب من هر چه که موی خدا چر بکنم یا هر کارم روش انجام بدم بازم بسیار زیاد موهای چرب و شکنن می داشته <متوسع> باشه یکی از با دلایل دیگهش میتونه زنک دفیشنسی باشه به خاطر هست که در ترکیب اکثریت شامپو ها داخل ساختن به خاطر که بتونن که موها رو نمو و اون جلایی دوباره به حالت اولش برگرده <متوسع> خب شما گفتین یک کسایی که هر هر صبح موهای خود را بشورن و امرای شامپو پس بعضی عادت دارن با وجود اینکه نهایتاً باز میخوان که سر خود بشورن و در این حالت آل اینا هر روز شامپو رو استفاده کنن یا نکنن مثلا اگر میگه من هفته هر روز سر و اگر من شامپو استفاده نکنم پس با آب خالی سر من میشورن. باز هم نمیشه اینا چیکار کنن چرا نمیشه خب میشه یعنی تنها با آب هم بینه سر خدا بشورن؟ دقیقا مثلا میتونن که هفته دوبار بار یا سه بار شامپو بکنن و خاطر که اوقدر مشکل ایجاد نمیکنه برشن اما باقی هفته را وقتی که استحمام میگیرن سر خود فقط با ما و خالی که چی میکنن میتونن اون حالت ب... با امی که میگن عادت شده ای, آ... ای کار بازم زمو عادتشان با هم مرفوع میزازه و هیچ مشکل دیگه برشن باده. ایجاد نمیشه و راحت میباشن آه. خب امیدوار هستم که همه موهای سالم داشته باشن و ن... نکاتی که دکتر سبب میاد آوری کرد اینو متوجه باشن و مد نظر بگیرین حتما موهای سالم داشته باشین از تشکر حضور فایده دا شما بله بیننده عزیز بخش دکتر خود باشید بود که تقدیمتان شد روی پیشگیری از مورفتگی و ای که انواعش و عواملش جاست چگونه میتونیم دکتر خود باشیم تقدیمتان کرده وقفه میگیریم